ساختن دیتابیس توی خود دیتابیس به این شکل هستش که میاد کلیک کراس میکنه و نیو دیتابیس رو میزنید. اینجا دیگه در واقع میتونید ریستور بکنید. فکر کنم فیلمای اولی ها رو که گرفته بودم اینا رو توش صحبت کردم در موردش. اینجا در واقع نیم داره، میتونید براش نیمی رو قرار بدید و براش بیاید مسیر قرار بدید، بیاید مشخص بکنید به چه صورت در واقع بیاد آن لیمیتد باشه و چه جوری رشد بکنه، 64 مگ و اینیشال سایزش هم به صورت بای دیفالت بیاد 8 مگ باشه. خب اینا رو میتونید در واقع توش قرار بدید. این لاک هستش و این هم که خود دیتابیس خودمون هستش. من میام اینجا به طور مثال اسمش رو میذارم مثلا وب. خب من میخوام وب بذارم و یه آندرلاین دی بی هم میتونید براش به این شکل قرار بدید که منظور که در واقع دیتابیس هستش. و مثلا مهمتر من خب اینا رو دستکاری نمی کنم، میذارم حالتش به حالت دیفالت باشه. میتونید مسیر اینها رو قرار بدید. خب من میتونم بیام اینجا، اگه دقت بکنی توی ای من قبلا اومدم اینجا یه همچین چیزایی رو درست کردم، میام اینجا و این توی سشن وان میتونیم بریم قرارش بدیم. اگه هم اشتباه نکنم توی سشن وان اومده بودم اینها رو ساختم، یه فولدر ساخته بودم که بیام توی این مسیر قرارش بدم. خب الان هم میام دیتابیسم و هم لاگم رو اینجا قرار میدم. میتونید بیاد براش اسم و اینا هم قرار بدید، حالا من کاری ندارم براش، و اوکی رو بزنید بیاد براتون دیتابیس رو میبینید اکزیکیوت میکنه و بسازه. خب وب دی بی رو برای من ساخت و میتونم بیام اینجا برم توی این قسمت دیس پی سی، توی قسمت ای اگه اشتباه نکنم رویش شریف بوده، نه دیتابیس سشن وان. الان اینجا ببینیم وب دی بی ام دی اف و لاگش وجود داره. خب تونستیم به این شکل بسازیمش. خب این دستورات تی اس کیو ال هم داره دیگه، تی اس کیو ال باشه جلوتر در موردش صحبت می‌کنم. اگر اینجا این رو باز بکنید می‌بینید که مقدار سلام تیبل رو دارم، ویوز رو دارم و حالا مواردی که وجود داره. حالا دیتابیس دیاگرام اینا هم وجود داره که حالا دیتابیس دیاگرام اینا رو بعداً در موردش خب دیاگرام خیلی میتونه ما کمک بکنه، در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد. خب برای ما از کی شروع میشه در واقع کارمون؟ از اینجا به بعد که تیبل ها چی هستن و بیان تایپ هاشون نوع هاشون رو بیان بررسی بکنیم. من اگه نمیام ریستور و دیلیت و اینا رو بگم و بکاپ اینا رو بگم، قبلا فیلمش رو گرفتم و اگر میگم اینجا الکود رو وارد چی، حالا اونایی که تا به حال نایده بودن خصوصا جلسه اولشونه اینجا گفتیم خب که چجوری میتونید در واقع SQL بکاپ و ریستور و اینا رو کامل در موردش اینجا صحبت کردیم. میتونید برید و ببینید. من دیگه فعلا این حالت رو حالت گرافیکال میگم تا بعدا بریم تی SQLش رو بررسی. اینجا شما میتونید راحت کلیک راست بکنید و یه تیبل بسازید دیگه. این میشه بزن گرافیکش بیاد بالا، این میشه تیبلتون. خب شبیه به همون MySQL خودمونه. وقتی که میاد اینجا لوکال هاست و پی اچ مای ادمین رو میزنید که حالا مثلا میاد اینجا فرض کنید این اسم لاراول در واقع اسم اون دیتابیسمونه، حالا کلی اینا جدولی که داخلش هست شما میتونید بیاید اینجا جدولش رو مشخص بکنید و نامبر آف کالمزش رو مشخص بکنید. اینجا نه، اینجا خب یه ذره اصطلاحا میگیم حرفه‌ای تره دیگه، هم کالمنا هست هم دیتا تایپ ها هست. این دیتا تایپ ها خیلی مهمه اینجا، حالا بیگینت هستش، همه اینا رو دیتا میام اینا رو همه رو دونه دونه براتون بررسی میکنیم به چه کاری میام و کجا باید استفاده بکنید. و میتونید الان آل اینا رو بذارید و اسمشون رو مشخص بکنید، بیا اینجا کلیک راست بکنید، اصلا ایشون پرایمری کی میتونه باشه نمیتونه باشه و خیلی مسائل دیگه که تو خود یا کلید کاندید باشه یا بتونه فارن کی باشه. اینا چیزایی که توی در واقع جدول دیتابیس ما آموزش دادیم، میام اینجا در موردش صحبت خواهیم کرد. خب این جلسه من قصد ندارم وارد این بشم و شروع کنم در موردش صحبت کردم، میخوام فقط شما اصطلاحا برید نرم افزار رو نصب بکنید و نحوه نصب شده داشته باشینش که شروع بکنیم در واقع برای جلسه بعدی که حالا شنبه هستش بیام شروع کنیم درس رو و از ابتدا شروع بکنیم تا بریم به موارد دیگه تا به انتها. احتمالاً از شنبه کلاساتون دیگه مثلا میکنم یک ساعت و نیمه باشه.
یعنی یک ساعت میبرمش بالاتر، یک ساعت و نیمه باشه که بیشتر بتونیم کار بکنیم و موارد بیشتری رو پیاده سازی کنیم. خب سوال در مورد این قسمت، چون قرار نیستش من تا همینجا میخواستم ادامه بدیم و وارد بشیم و شما برید اصلا نصب بکنید که من بتونم کارم رو از شنبه شروع کنم.